بستان یزد بهشت رویایی سارقان میراث. این خبر را هم بشنوید. همین 3-4 هفته پیش که در همین برنامه زاویه ماجرای تلخ سرقت و تخریب نسخ خطی نفیس مسجد جامع ندوشن یزد روایت شد، گمان نمی کردیم که به زودی باز هم مواریث فرهنگی استان یزد خبرساز بشود. اما چند روز پیش منابع خبری یک بار دیگر گزارش تعرض و تخریب و سرقت فرهنگی از یزد را مخابره کردند. پس از ندوشن این بار نوبت اردکان بود که 20 نسخه کتاب خطی و چاپ سنگی از کتابخانه آیت الله فاضل اردکانی این شهر سرقت شود. سارقان به راحتی شیشه پشتی کتابخانه را شکستند و به سادگی یک سرک کشیدن نسخه ها را توی خورجین خود گذاشته و رفتند. اردکان برای حفظ این مواریث نه کتابخانه مرکزی دارد و نه موزه فرهنگ. فقط نقل کتاب خطی نیست. مدتی پیش سارقان سنگ بنای مسجد تاریخی حاج سعیدای شهر اردکان را از بیخ کندند و بردند و حالا در موزه انگلستان است. یکی دو ماه پیش هم سارقان به موزه میرزا محمد کاظمینی یزد سر زدند و یک ظرف شیشه‌ای دوره مادها را به ارزش تقریبی 800 هزار دلار و یک ظرف نمرودی 1,000,000 دلاری را گذاشتند روی کولشان و بردند. حالا ظرف نمرودی در تونس دیده شده است. این ظرف ها دو تا هستند. یکیشان مدت ها پیش دزدیده شد و به انگلیس رفت و دومی هم که اکنون در تونس است. یک سال و نیم پیش هم کتیبه 3,000,000 دلاری مسجد جامع یزد به سرقت رفت. مدیر کل میراث فرهنگی یزد چند وقت پیش گفته بود با تمام امکانات اهتمام کردیم، اما نیروی انتظامی وظیفه خطیرتری دارد. حالا بگذارید این نهاد به آن یکی حواله بدهد تا سارقان به کم زحمت ترین شکل ممکن شیشه را بشکنند و بیایند و ببرند و از مرز خارج کنند و بی هیچ مزاحمت و پیگیری بفروشند به مجموعه داران خصوصی آن سر دنیا.